با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز پنجشنبه ها برای ما لطافت دیگری دارد. اصولا همیشه پنجشنبه ها خوب بوده، علی خصوص پنجشنبه هایی که میریم در خدمت آقای اسماعیل وفا یغمایی نازنین. امروز هم 13 سپتامبر 2018 است، برابر است با 22 شهریور 1397 و این قافله اون عجب میگذرد. آقای یغمایی، به شما سلام میکنم و سپاسگزارم از حضور در برنامه. درود بر شما و درود بر هممیهنان، همسفران و سپاس از زحمات واقعا شبان روزی شما در راه آگاهی بخشیدن در این دوران تاریک ایران. ممنون از مهره. عرضم به حضور دوستان که در این گذر تاریخ به یک فصل مهمی رسیدیم، فصلی که همنشین بهار هم همراهی میکنه با ما و تلاش میکنه در اون سلسله برنامه های تاریخ جهان، دادگاه جهان است، توضیح میده که برای شناخت بهتر بایستی ببینیم در پیرامون ما چه میگذرد و چه میگذشته است. توی دوره هستیم که صنعت متحول شده، اسب ماشین بخار رو در حقیقت کشف کردن، ساختن و صنعت با سرعت داره جلو میره. جهان در حال تغییر شکل و ماهیت خودشه. ما یه حدوداً 150 سالی شاید بشه گفت که از دوره دور شدن کلیسا در اروپا میگذره، یعنی کلیسا رو پس زدن و کلیسا علم رو پذیرفت. البته میدونی که هنوز هم با این وادی مشکل داره. چند سال پیش بود که بالاخره پذیرفت که بله، نظر گالیله درست بوده و زمین گرد است و زمین است که به دور خورشید میگردد. ولی علی حاله در ایران ما در این دوران شکوفایی صنعت ما وارد عصر قاجاریه شدیم. حدود 200 خورده‌ای سال اینها بر ایران حکومت کردند و خیلی ما عقب میمانیم. آقای یغمایی نازنین تلاش کرد که یکی یکی بگذره و رسیدیم به عصر ناصری، نوه شاه هزار زن فتلی شاه. بخشای مختلفش رو حرف زدیم ولی فکر کردم، ازشون خواهش کردم در جلسه گذشته گذاشتیم به این آدم های پیرامونی و صحبت بر سر میرزا رضا شد، میرزا رضای کرمانی که او ترور ناصرالدین شاه رو به نام خودش در تاریخ به یادگار میذاره. چهره میرزا رضا به قول آقای یغمایی چهره چندان روشن نیست. عده اون رو قهرمان میشناسن، انسانی یه عده هم اون رو رنج کشیده به خاطر ظلم و ستمی که به او رفته بوده، در حقیقت شاه رو میکشه. ولی یه موضوعی که بر بالای سر اینها میچرخه ماجرای حضور، از داستان شیخ احمد احزایی گفتیم، شروع کردیم، تأثیراتش در دین اسلام و اینکه چه تحولی رو به وجود میاره. مکتب شیخیه به وجود میاد، مکتب سرکار آقا به وجود میاد و بعد به باب و بابیت میرسیم. ولی
در حقیقت حضور این سه جمال که در جلسه گذشته آقای یغمایی راجبش گفت و حتی گفت که یک مقبره در دانشگاه کابل به نام او درست کردن، جنازه‌شو از کربلا منتقل کردن اونجا و یه گنبد بارگاه هم براش درست کردن، اما ایده او رو کارگزار دولت‌های روس و انگلیس، حضور دولت‌های روس و انگلیس در اون دوران بسیار پررنگ است و ایده هم حتی عقیده دارن که این توطئه ناصرالدین شاه، مرگ ترور ناصرالدین شاه توطئه اتابک وزیرش بوده و میزارزا آلت دست اتابک اعظم بوده است. بپرسیم از آقای یغمایی ببینیم که اطلاعات و دانش او در این زمینه به ما چه میگوید. آقای یغمایی خوشحال میشیم بفهمیم بالاخره این میزارزا به خاطر رنج این کار کرد، تحت تاثیر سه جمال بود یا آلت دست اتابک بود، اتابک نوکر روس و انگلیس بود، چه بود ماجرا؟ میشنویم فرمایش شما رو. با درود مجدد به شما و همیهنان گرامی و همسفران عزیز. ببینید میرزارزا از چند جهت شخصی است که باید به اون توجه کرد. فارغ از آنچه که پیرامون او هست، ارتباطش با سید جمال اسدآبادی، اینکه سید جمال به او چه گفت یا اینکه خود سید جمال چه میکرد، کسی که از نخستین بنیادگذاران اتحاد اسلام و بازگشت در حقیقت حکومت اسلامی است، حکومتی که ما الان شاهدیم. و از این زاویه سید جمال علی‌رغم همه احترامی که برخی بهش میذارن یک نقص اساسی در اندیشه‌اش است، فارغ از اینکه عضو فراماسونری بود یا خودی که میگن یاک میخورد یا نمیخورد، اینا مسائل ثانوی است. مسئله اولیش اینه که دنبال برپایی جهان اسلام بود، جهان اسلام سیاسی. ولی میرزا رضا خوشبختانه بازجویی‌هاش به طور دقیق باقی مونده و نشون میده که این فرد یک ایرانی رنج کشیده ای بود که پوستش کنده شده بود در طی حکومت قاجاری توسط حکام و این کینه شخصی اون در حقیقت نفرت واقعی است، اون روی سکه عشق نا دروی یک سکه عشق موقعی که سرکوب میشه، ده میشه و امکان تنفس پیدا نمیکنه تبدیل میشه به نفرت. نفرت شخصی میرزا رضا زیاد بود و این نفرت شخصی پیوند خورد به شرایط سیاسی اون روزگار. ما اگه بازجویی‌هاش رو بخونیم که ثبت شده دقیق، اولا که همینجا بگم که واقعا صد رحمت به دستگاه بازجویی ناصرالدین شاه که در مقابل دستگاه بازجوی حکومت کنونی خیلی، اگه بشه اسم انسانی روش گذاشت، انسانی تر بود. یقلا میذاشتن متهم حرفشو بزنه و با آمپول پتاسیم مثل سعید سیرجانی نمیکشتنش، یا مثل مجید شریف موقعی که داشت میدوید بگیرن بکشندش، مثل زارزاده و خیلی هایی دیگه. وقتی سوال میکنن ازش که چرا به خیال قتل شاه افتادی، عین سند بازجویی میرزا رضا اینه که میگه از چه میخواهید بشنوی؟ از پوندها و بندها که به ناحق کشیدم و چوبها که خوردم و شکم خود را پاره کردم، از مصیبتها که در خانه نایب السلطنه و در امیریه و در قزوین و در انبار به سرم آمد، 4 سال و 4 ماه در چندین زنجیر سنگین و اون بودم و حالا که به خیال خودم خیر دولت و ملت را میخواستم و خدمت کردم قبل از وقوع شورش تنباکو، نه این که فضولی کرده بودم، اطلاعات خود را دادم به اظهارت. بعد بازجو میپرسه که خب چرا شاه رو کشتی؟ میگفت اگر که نایب السلطنه رو میکشتم، شاه صدها نفر رو میکشت، باید نفر اصلی رو میکشتم. در هر حال میرزا رضا کسی بود که در تاریخ ایران
بعد از اون حملات اسماعیلی گروه‌های سیاسی دن بیرون از دستگاه سلطنت، چون تا قبل از اون چه در زمان هخامنشیان پایان های اومد افغانشان که 3-4 تا شاه به دست هم دیگه ترور شدن و بعد این ادامه پیدا کرد در دوره بعد از اسلام، هم اشاره کردم که سفر گرمی کشتن خواهر برادر رو، این از ترورها و اعدام هاییست که به دست یاد زحمتکش و به دست آدم ستم دیده بیرون از دایره دربار و نه چندان پیوسته به گروه های سیاسی، اگرچه در ارتباط با سید جمال بود انجام شد. سید جمال باید بهتر شناخت. او درست 122 سال قبل در 21 مرداد 1276 شمسی اعدام شد و رفت. او پسر یک ملا بود، ملا حسین عقدایی، یک شیخ متوسط الحال. در یزد رفت مدرسه، موقعی از مراکز علمی و درسیش زیاد بود. بعد دست فروشی کرد، تبدیل شد یک دست فروش کوچه و بازار، ولی چون آدم سخت کوشی بود کم کم تونست موفقیت پیدا کنه و بره به خونه بزرگان و گردن کلفت‌های مملکت و همزمان با گروه های سیاسی اون روزگار که تعدادشون زیاد شده بود رفت آمد پیدا بکنه و این دست فروش ساده کوچه و بازار و طلبه سابق این تبدیل شد به یک کسی که حساسیت داره به مسائل سیاسی و در حقیقت سمپات نیروهای سیاسی است. در کنار این ظلمی که به اون شد، یعنی پارچه فروشی میکرد، تعدادی پارچه فروش به کامران میرزا نایب السلطنه که اون پولش رو نمیداد و بعد از اینکه این شکایت کرد و خلاصه کلی زور زد و مجبور شد که این جناب کامران میرزا طلبش پرداخت کنه، دستور داد که پول بهش بدن ولی در ازای هر اسکناس یک سیلی محکم به صورتش بزن. این ادامه پیدا کرد درگیری ها، اونم تو اوضاع و احوال تاریخی که مملکت در حقیقت تغییر کرده بود، واسه اندیشه ها تغییر کرده بود، کم کم مدرسه درست شده بود، پرتوف های اروپا آمده بود به ایران و فشار رفته روی مردم بالا به دلیل ولخرجی ها. تو این حیث و بیس هست که میرزا رضا با سید جمال آشنا میشه. سید جمال اومده بود به دعوت ناصرالدین‌شاه به تهران به دلیل آشنایی که با بزرگان داشت و در همین روزگار بود که میرزا رضا با اون آشنا شد و تحت تاثیر سید جمال قرار گرفت، تبدیل شد به پیش خدمت شخصی اون و طبعا با اون به اصطلاح جاذبه ای که سید جمال داشت روزگار، سید جمال قبلا گفتم واقعا آدمی بود که کاریزمای بسیار نیرومند داشت، خیلی ها رو به خودش جذب کرد نه در ایران بلکه حتی در خارج ایران. سید جمال شروع کرد به خلاصه افکار خودش رو منتقل کردن، سخنرانی میکرد در مجالس، مجالس خصوصی، مجالس عمومی، به نقد میکشید دولت و این میرزا رضا رو شیفته اون کرد و همچنین حمایت گروه های زیادی رو برانگیخت به سوی سید جمال. تا اینکه دربار تصمیم گرفت سید جمال رو بیرون بکنه، رفت بس نشست، گرفتن از حرم بیرونش کردن و اخراجش کردن و این خیلی خیلی در حقیقت میرزارزاره که مرید بود، یعنی مقوله مرید و مرادی در ایران سابقه بسیار طولانی داره. ما بعد از سالها بعد از میرزارزار سید جمال در گروه های سیاسی هنوز هم شاهدیم که در خیلی اوقات رابطه سیاسی نیست، رابطه مرید و مرادی است، به خصوص در گروه هایی که یک ریشه ای هم در مذهب داره. وقتی که مراد میرزا رضا اخراج شد، این اعتراض کرد، دستگیرش کردن، یه مدتی زندانش کردن، زدنش خلاصه و این وقتی آزاد شد کشیده شد به اون جریان مخالفت با امتیاز خرید فروش تنباکو و از فعالان این جنبش بود که اینجا با توطئه کامران میرزا که گولش زد، گفت که یک شکایتی به شاه بنویسه و تشویقش کرد و میرزا رضا نوشت اینو و وقتی شکایت رو نوشت یه عده ریختن همونجا در جا دستگیرش کردن. این شکایت رو خیلی تند و تیز نوشته بود، وقتی دستگیرش کردن انداختنش زندون و مدتها این در زندان، مثلا بخشایی از شکایت نامش هست که میگه که
خطری به سلطنت چندین و چند ساله ایران وارد خواهد شد با این کارهایی تو داری میکنی، این امت از بین خواهد رفت. وای مؤمنین، وای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شده، معادن داده شده، قندسازی و کبریتسازی داده شده، شرابسازی داده شده، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد. خلاص این اطلاعیه رو وقتی ازش گرفتن گرفتنش و نیز شایع کردن که میرزا رضا بابیه، چون بعد از اون کشتار بابی ها هر کسی که نفس میکشی اگر هم بابی نبود میگفتن بابیه، و اینو زندانش کردن، کتکش زدن. میرزا رضا آدم لجوجی بود، موقعی هم دستگیرش کردن بهش دشنام دادن، اونم علیه شاه دشنام داد، ولی اون رو به همین دلیل وقتی که حتی بقیه معترضین آزاد شدن مدتها در زندان نگه داشتن، 14 ماه اضافه تر، و سرانجام با بدبختی و بیچارگی و کمک برخی از رجال آزاد شد و دیگه نخواستن اینا بمونه. زنش رو طلاق داد، بچهش رو رها کرد و راه افتاد از استانبول به دیدار سید جمال. اینجاست که تاریخ زوم میشه روی اینکه سید جمال دستور ترور رو داده، و بیشتر این واقعی به نظر میاد، زیرا اینکه مثلا نایب السلطنه بخواد شاه رو بکشه، محور سلطنت موقعی بیفته خب همه در خطر قرار میگیرن، ولی این یکی نزدیکتره، زیرا یک فرد بسیار ستم شلاق خورده که همه چی از دست داده، اموالش رو گرفتن، سالها زندانش کردن، 14 ماه زنجیر به گردنش انداختن، در قل و زنجیر زندانی که اصلا وحشتناک، بنزه کافی بار نفرت داره که موقعی که با سید جمال برخورد میکنه این جرقه زده بشه. این را میفته میره اونجا، و اونجاست که گویا سید جمال بهش میگه که باید ریشه ایران آباد نمی شود مگر به قطع ریشه شجره خبیثه استبداد. بعد از این بر می گرده به عنوان خدمتگار شیخ ابوالقاسم، برادر شیخ احمد روحی، میاد ایران و میاد بابلسر و اونجا اسلحه می خره، یک تپانچه روسی، و میاد به تهران. این دوره دوره 50 سال سلطنت در حقیقت ناصرالدین شاه است که شاه آماده برگزاری جشن هست. برای میفته که بیاد حلوش این جشن ها به زیارت مرقد به اصطلاح عبدالعظیم حسینی، که همینجا میرزا رضا که سلاح رو زیر یک عریضه پنهان کرده بود و در بین زنها پنهان شده بود، میاد جلو و شلیک میکنه ناصرالدین شاه و موجب مرگ ناصرالدین شاه میشه. این میگن که اگر که شاه یک دونه لباس کلوفتر پوشیده بود گلوله قلبش نمیرسه، زیرا تپانچه بود به اصطلاح پار کرده و ضعیف، ولی درست این گلوله میرسه به قلب ناصرالدین شاه و میرزا رضا دستگیر میشه. حالا هنوز ما فرصت داریم تا پایان دوره‌ای که برسیم به زمان مظفرالدین شاه، ولی این کار انجام میشه و در حقیقت این یکی از سرفصلایی است. یک شاهی که 50 سال حکومت کرده، با کشته شدن او در حقیقت یک تکون محکمی در سراسر ایران ایجاد میشه. ما بعد از این میبینیم که مظفرالدین شاه دیگه نمیتونه، نه به دلیل شخصیت خودش، نه به دلیل شرایط اجتماعی ایران که مثل ناصرالدین شاه بتازه، و بعد از اون جامعه چنان به تکون اومده که اندک زمانی نمیگذره که سر و کله انقلاب مشروطیت پیدا میشه، روزنامه های فراوان، مبارزان بسیار، و در حقیقت ما میرسیم به مشروطیت. یکی از نقاط خلاصه مهمی که این زمینه همین ترور ناصرالدین شاه است که موجب شد در حقیقت این رشته استبداد دچار گسستگی بشه، و این کار رو میرزا رضا کرد. میگن که مظفرالدین شاه علاقه نداشت زیاد، که طوری که ناظم القسام در کتاب تاریخ بیداری ایرانی هم می‌نویسه که احساس و گفته بود احساس و کشتن میرزا رضا تشفی قلب من نیست، من اگر بخوام انتقام بکشم باید تمامی اهل کرمان را از دم بگذرانم. میرزا رضا موقعی که می آوردنش از زندان گفتند که بابی است،
ولی او گفت که من پاپی نیستم. گفت این چوبه دار را نگه دارید، دو چیز از یادگار مون در لحظه مرگش، زیرا من آخرین نفر نیستم. و نیز وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسند محب آل محمد غلام 84 فدای مردم ایران رضای شاه شکار. حالا این رو بعد از اون بستن بهش نویسندگان، چون میرزازاده مذهبی بود طبعا و بعید نیست که خودش در زندان یا کسی برای اون سروده باشه. چیزی که از اون باقی مونده وضع اون روزگار نشون میده و کتابای چندی در موردش نوشته شده، یکی از تحقیقات هم کسی کرده به اسم گلاب پارسا که این بازجویی میرزا رضا رو منتشر کرده که خوندنش واقعا به جز این که نشون میده میرزا رضا علی‌رغم اینکه یک دست فروش چوب بازار بود، ولی از دانش روزگار خودش و بیان بهره کافی داشت، با قدرت حرف زده، به روشنی مشکلات رو مطرح کرده و نیز نشون میده که در اون روزگار چه خبر بوده در زندانهای ناصرالدین شاه، که اگر ما این بازجویی میرزا رضا رو نداشتیم نمیتونستیم بفهمیم بر سر بقیه من جمله بابیان در زندانها چه بود. خیلی نکات جالبی است که نظم الدوله، ابوتراب نظم الدوله که بازجو بوده، میپرسه که واسه چرا شاه رو کشتی؟ این ظلم ها که از به تو شد از ناحیه شاه نبوده، شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکت را یتیم نمی کردید. این میرزا رضا میگه که خلاصه بعد از چندی سال سلطنت ثمره آن درخت وکیل و دوله آقای عزیز و سلطان آقای امین و خاقان و این اراذل و اوباش و بی پدر مادرهایی که ثمره این شجره شدند بلای جان عموم مسلمین گشته باشند. چنین شجره را باید قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی میشد از بالا میشد. خیلی خوبه که ما این گزارش رو بخونیم و ببینیم که در روزگار ما هم چهار تا میگیرن این آخوندها به جرمی که آقا دزدی کردن، ولی همچنان ظلم از بالاست. ما که از سر گنده گردد از طرف خامنه ای، از طرف این پاسداران گردن کلفتی که میلیون ها پول ملت رو بالا کشیدن و از طرف این بزرگانی که هیچ رحم و مروتی ندارن و گرفتن چهار تا دوز کوچیک جز راه در رو برای اینها نیست. این درسی است که از ماجرای میرزا رضا و بازجوییش میشه گرفت. بسیار ممنون و متشکر. اما این همه ماجرا طبیعتا نیست و این قطعه بزرگیه تو این دوره تاریخ. اما اجازه بده که بریم از این، چون نمیشه رو همه اینا واقعا ایستاد و فقط به عنوان نمونه خوبه که اینا رو بدونیم و اگر واقعا اهل تحقیق و مطالعه هستی. یه دوستی هم دیدم که توی این یکی نوشته بود که شما به ما کتاب تاریخ معرفی نمی کنید. من از آقای یغمایی پرسیدم یه کتاب های تاریخی به هم معرفی کن تا من برم یه اندکس درست کنم. رفیق، اندکس درست کردن که اینطوری نیستشه. شما باید صدها کتاب بخوانی، نوت ورداری، فیش بنویسی، بعد اینا رو کنار هم دیگه قرار بدی. یه کار بزرگه، یه کار تحقیقیه، یه کاری که خیلی نیاز به دانش داره. اینکه دو تا کتاب رو من برم به تو معرفی کنم شما برید تاریخ و راجبش بنویسی، که اگه به این سادگی بود که زندگی بهشت بود. بنابراین نه، از هر کجایی که شروع بکنی همون راه درسته و اینطوری نیستش که یک کتاب فقط وجود داشته باشه و اون کتاب جامع و کامل باشه.
نمیدونم آقای یغمایی درست میگم یا چطوریه، چون این آقا در اونجا خطابش به شما هم بوده بود، ضمن اینکه به آقای دکتر چوبینا گفته بود، برای من نوشته بود که به شما هم درخواست کرده ولی شما ظاهرا پاسخی ندادی. میخوام اینه آیا واقعا پاسخی هست؟ میشه با یه کتاب و دو کتاب یه آدم بتونه تاریخدان بشه؟ چجوریه داستان؟ ببینید این دوست، من با سلام به این دوست، این دوست چند تا ایمیل برای من فرستاده که من به یکی دو تا جواب دادم و گفتم در سر فرصت اگر بتونم، ایشون میخواد یک لیست مفصلی درست کنه از کتاب های تاریخ. این کار سختیه، من دلم میخواد کمک بکنم. کار نشدنی آخه، با یه آدمی که حتی نمیدونه کتاب تاریخ رو از کجا شروع کنه که نمیتونه بره لیست تاریخ. واقع بین باشیم، تعارف نکنیم با هم دیگه. یعنی ده ها هزار ببینید کتاب الان هست، یعنی اگر آدم بره تو تاریخ، من موقع خودم شروع کردم سال 68 مثلا برای دوره اخامنشیان، من 30 تا 40 تا کتاب میذاشتم کنار که ببینم اخامنشیان چی میگن، همشون رو ورق میزدم که برداری میکردم. من بهشون نوشتم من فرصتم کمه واقعا، چنین فرصتی شما روزی 200-300 ایمیل برام میرسه فقط دیدن اونها، من شرمندم، ولی این کار کار سنگینی نیست و احتمالا وجود داره. من بعضی وقتا که مثلا مطالب همین زیر یوتیوب، من مأخذ رو می نویسم، مثلا در مورد فلان مسئله شاه عباس مثلا 30 تا 40 تا مأخذ رو کپی می کنم و میذارم کسایی که میخوان برن. ولی چیزی که ایشون میخواد کار سنگینیه و یک وقت مستقلی میخواد که با هفته 4-5 روزی که من کار میکنم واقعا نمیرسم، و همینطوری که شما گفتید کار بسیار سنگینه و باید فعلا به همین اندک بسنده کرد تا روزگاری برسادم به این چیزا. از هر کجایی که شروع بکنی همونجا درسته. اگه از من بپرسی، حتی از که هم بچه ها هم شروع کنی، کار درستی رو انجام دادی. بخوانی در پی این نباش که حالا لب لباب رو پیدا کنی، اون وجود خارجی نداره، هم چیزی نیست. تاریخ در حقیقت یک نظره، یک فرض کنید که راجب تخت جمشید، همین تخت جمشید که این هم راجبی شرف میزن، هنوز واقعا معلوم نیست که این تخت جمشید امارت بوده، میخواستن بسازن، در حال ساخت بودن، اصلا آدم توش رفته، شاهی درش زندگی کرده، میگن نمیدونیم، خیالاته، برای اینکه بر اثر قرائن موجود این یه پروژه بزرگ چندین ده ساله بوده، بخشایشو شروع کرده بودن، پایان نیافت. حالا یکی بیاد بگه که سقف اتاق نمیدونم همسایه‌شون ما آبی بود، اون یکی میگه نه نارنجی بود، اینا تصوراتی است که اون محقق بر اساس قرائنی که او دیده است و دیگری ندیده، اینجوری ذهنیتشون رو به این سمت هل داده. واقعیت گونه دیگری است. ولی از هر کتابی که شروع بکنی همون در بهشته، از اونجا شروع میشه. بگذاریم، من فقط خواستم این نکته رو در اینجا توضیح بدم. اما تو همین دوره وقتی که راجب میرزا رضا خواستیم صحبت کنیم و فتح باب کنیم به قول اینها، خب گفتیم که داستان شیخ احمد، نمیدونم تفکرات او، شیخ احمد احسایی، آخان کرمانی، راجب همه اینا تیکه تیکه کوتاه حرف زدیم. ولی بعد راجب کشتار بابیان در دوره همین شاه شهید ظل سلطان سایه خدا، و که چه جنایت ها کردن، و مثلا بچه شیرخواره را از بغل مادرش کشیدن بیرون در حالی که بچه لب میزد برای پستان مادر، شیر سماور رو باز کردن تو دهن بچه. خیلی جنایت کردن به نام الله، به نام خدا، نه فقط در اسلام،
در همه ادیان، هر جایی که ایدئولوژی بوده، حتی در کمونیسم به نام مارکس، به نام عدالت جنایت صورت دادن و هنوز هم این کار داره انجام میشه. اینه که اصرار بر بیرون راندن کلیسا، دین، ایدئولوژی از حکومت یه امر بایده، باید این کار صورت بگیره. به هر حال صحبت از بابیان کردیم، صحبت از کشتار اینها شد. چه گذشت؟ ولی کار تمام نشد. چگونه ادامه پیدا کردی اندیشه آقای یغمایی؟ ببینید، بابیت یک مرام و یک مکتبه، یعنی که بر روی بستر طبیعی خودش در دوره فتحعلی شاه پیدا شد. داست شیخ احمد احسایی که صحبت کردیم، یک آیت الله مورد اقبال قرار گرفت، یک آیت الله العظمایی بود که خلاصه کاملا مسلمان و معتقد به همه چیزها، ولی یک تئوری جدیدی آورد، یعنی اینو در حقیقت روی میز گذاشت که همون تئوری امام زمان بود. یعنی بعدها هم ما خواهیم دید که این تئوری امام زمان هم در بابیت هم در بابیت ادامه پیدا می‌کنه. گویا این یا هست یا نیست. اگر هست که باید بالاخره یه بابی داشته باشه. منتها این تئوری باب این رو تبدیل کرد یک تئوری سیاسی از یک تئوری فلسفی، و بعدش هم بر پای این تئوری شروع کرد به جنگیدن و مبارزه کردن و این چیزهایی که شنیدی. درست و غلط بودنشو باید بحث کرد، مقداری هم گفتیم زیر فشار بودن، اینا چیزای نوعی آورده بودن. به هر حال باب رو کشتند، قرة‌العین رو کشتند، جنگ های قلعه تبرسی گذشت، بعد با نیروهای دولتی درگیر شدند، ولی ماجرا با کشتار تموم نشد، زیرا این یک مکتب و مرام بود. همونطوری که دفعه قبل من اشاره کردم، بسیاری از بزرگان این مملکت، امثال سور اسرافیل، امثال ملک المتکلمین، دوره میرزا آقاخان کرمانی و خیلی های دیگه، در حقیقت پیوستن به این. یک اندیشه ای بود نوتر از اندیشه آخوندهایی که 700-800 سال بود داشتن خون مردم میخوردن، یه دوم بودن طرفش. بعد از اینکه باب رو کشتن و فشار رفت بالا، طبعا سرکوب ها زیاد شد، و ولی ماجرا تموم نشد. باب قبل از خودش کسانی رو انتخاب کرده بود، اینطوری که اسناد خود بابیان و بهایان میگه و نیز اسناد تاریخ نویسان ایران، کسانی که بعد از اون اومدن در واقع 3-4 چهره برجسته دارن تا موقعی که بابیت تغییر کرد و تبدیل شد به بهایت و تثبیت شد. یکی از اونها بهاءالله بود که در حقیقت چهره اصلی بهائیت هست، و در کنار اون صبح ازل بود، برادر ناتنی بهاءالله. اینها بعد از اینکه فشار رفت بالا مدت ها زندان بودن و فراری بودن و ماجراهای مفصلی رو طی کردن. واقعا وقتی زندگی اینا رو آدم میخونه، در کوه زیستن، نمیدونم مدت ها در عالم خودشون بودن، ولی سرانجام رفتن بیرون از ایران و در استانبول و اونجا هم تحت فشار بودن، تا اینکه در حقیقت رفتن به عکا و اونجا ماندگار شدن. اینجا ما شاهدی یک انشعاب هستیم، با اینکه میگن باب صبح ازل رو انتخاب کرده بود، ولی عده‌ای معتقدن این رو گفته بود برای اینکه اون به اصطلاح اصلی، یعنی بهاءالله، از خطر محفوظ بود. میرزا یحیی صبح ازل در حقیقت او نبود که باب منظور باب بود. اینجا یه انشعابه. ازلی ها در حقیقت دنبال باب و بابیت بودن، ولی کسانی که دنبال بهاءالله رفتن، بهاءالله مکتب بهایی رو بنیان گذاری کرد. اینه در حقیقت میرزا یحیی نوری فرزند میرزا عباس، این صبح ازل بود،
و بهاءالله برادر ناتنیش که بعدها بهاییت رو پی افکند و بعد از اون ما شوقی افندی رو داریم، یعنی بعد از بهاءالله عبدالبهاست که همون عباس افندی است و بعد هم شوقی افندی، و اینجا دیگه مکتب بهاییت تثبیت پیدا میکنه، الان 8-9 میلیون پیرو داره در جاهای مختلف و مبانیش هم تدوین شده که در دسترسی. مبانی بهاییت رو ما در هم در آثار بهاءالله میبینیم، هم در آثار عبدالبها و هم در آثار شوقی افندی، کتاب های بسیار زیادی اینا نوشتن و مسائل زیادی رو چه از نظر سیاسی چه از نظر اینکه جانشین کی از اینا مطرح کردن و کتاباشون در دسته، مثلا کتاب ایقان که در اون مسائل زیادی بررسی شده و عکس ها آموزه هاشون در دست. البته میان این سران معتقدند بهاییان که تصویر بهاءالله نباید در جای منتشر بشه و فقط در شرایط مخصوصی با احترام باید با اون برخورد بشه و معتقدند که بهاءالله که از سالهای 1817 تا 1892 زیست، جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین مثل ابراهیم، موسی، بودا، زرتشت، مسیح و محمد. یعنی اینجا ما دیگه با باب به اصطلاح کسی که رابطه با امام زمان طرف نیستیم، یک آیین جدید پا به عرصه وجود میذاره از دامن تشیع و اینها عقایدشون هست، عقایدشون جالب آدم وقتی میخونه، حالا به نقدش هم خواهیم رسید در فرصتی، ولی اینا معتقدن که این آخرین پیامبره بعد از محمد، معتقد هستند که خدای یگانه وجود داره، اینها به اصطلاح پایه‌های فلسفی شونه و اول آخرین پیامبره و خدایی وجود داره که جاوید، خالق همه چیزه، کاملا شبیه به همون خدایی که مسلمین معتقدند از طریق وحی با پیامبران خودش ارتباط برقرار میکنه و پیامبر تجلی خداست. اینجا رو ما با توجه بکنیم دیگه که در این شریعت هم پایه‌ها بسیار مستحکمه، یعنی خدایی وجود داره، وحی وجود داره، حالا تو غار حرا نه، ولی پیامبر تجلی خداست و تجدید دین از اصول این آینه. خلاصه وحی ابدی است و خدا در همه جا حاضر است. درک مستقیم خدا ممکن نیست، خب این چیزایی که اسلام هم میگه. همچنین بهائیان معتقد به جهان پس از مرگ و بقای روح هستند، معتقدند که با رفتن جسم روح از بین نمیره، مثل آینه ای که نور رو منعکس میکنه، ولی وقتی آینه میشکنه نور باز هم در فضا وجود داره. نکات مثبتی در آیین بهائیت وجود داره که اگه ما روش دقت بکنیم میبینیم واقعا یک گام به پیش است. به عنوان یک فرض کنید آدمی که خودش اعتقادی ممکنه نداشته باشه، به عنوان یک محقق به این دینهای مربوطه، ولی وقتی اینا میگن وحدت اساس ادیان هست و خلاصه سه نوع مرتبه رو قائل میشن، مرتبه عبودیت که جهان هستی است، مرتبه نبوت هست که مخصوص پیامبرانه و مرتبه ربوبیت یا اولویت که مخصوص خداست و معتقدن که عالم انسانی باید وحدت پیدا بکنه، این از تعالیم شوقی افندی است که این همه پشت سرش بد میگن، یه وحدت عالم انسانی که همه انسان ها باید کنار هم باشند. و نیز در آیین بهائیت دین ارثی نیست، وقتی که یک فرزند یک بهائی به سن بلوغ میرسه در سن 15 سالگی خودش هست که بدون تقلید از دیگران حق داره دین خودش رو انتخاب بکنه، حالا ممکنه بهایی بشه ممکنه که نشه. همچنین اینا معتقدن که زبان واحد و خط واحدی نهایتاً باید برای بشریت به وجود بیاد که جامعه بشری با هم متحد بشه. به ترک تعصب معتقدن، این تعصبات رو باید ریخت دور. یکی از نکات جالب با آیین بهاییت تساوی حقوق زن و مرده که در اسلام معمول وجود نداره، تأکید روی محبت و الفت و اینکه علم و دین باید پا به پای هم پیش برن و دین نباید مزاحم علم باشه، تأکید روی صلح. اینها بسیار انسانهای صلح‌جویی هستند و معتقدند صلح جهانی باید
ایجاد بشه به ضد جنگ، همچنین به تساوی حقوق و از بین بردن فقر و خلاصه تقسیم ثروت، تعلیم تربیت عمومی و اجباری. شما نگاه بکنید فارغ از هر اعتقادی، بالاخره یه سری چیزهاشون ممکنه مورد نقد قرار بگیره، ولی چیزهایی که اینها بهش معتقدن و نشون میدن چیزهای بسیار مثبتتر از این مزخرفات آخوندها و این کثافاتی که به سر روی جامعه پاشیدن. مثلا تساوی زن و مرد، تحصیل عمومی، نمیدونم صلح، خلاصه تمام مواد مخدر حرام در این آیین، حق نداره کسی تریاک بکشه، چیزایی که لطمه میزنه و اخلاقیات رو اینا احترام میذارن، اون چیزی که مزخرفاتی که آخوندا میگن در مراسم بهایی همه کاری آزاده، اینطوری نیست. اینها رابطه مشروع رو بین زن و شوهر میدونن و همجنسگرایی رو هم رد میکنن، قمار رو رد میکنن، مواد مخدر رو رد میکنن و بنیانگذار این دین بهاءالله است، بعد از اون عبدالبها و بعد شوقی افندی و الان هم اینها وجود دارن. نظرات مختلفی دارن در مورد نظام اداری که چطوری اداره بشه و نیز در رابطه با بهائیان و بابیان باید بدونیم که اینها در حقیقت بعد از انشعاب یه مقداری با همدیگه اختلافات شدیدی پیدا کرد و به فعالیت‌های علی هم دست دادن، ولی نهایتاً اون چیزی که پیش رفت و باقی موند آیین بهائیت بود که برد و خط بهاءالله. خب این هنوز هم ماجرای بهائیان که در حقیقت رگ و ریشه‌شون به بابیان به شیخیان میرسه داستانی است بی پایان که تحت فشارن، تحت تبعیضن، کلیشون رو اعدام کردن، کشتن، حتی در زمان حکومت قبلی نیز اینها مشکلاتی داشتن، اگرچه از آزادی‌های دینی و حقوق مدنی برخوردار بودن، ولی تو این حکومت جدید از حق تحصیل در دانشگاه محرومن. اینا مشاغل دولتی، خدمت در ارتش و کسانی که قرن‌ها در ایران زندگی کردن مثل یک غیر ایرانی با اینا برخورد میشه و شاهدیم که روی سایت‌هایی که بریم میبینیم که چقدر از اینها رو برشن کشتن و توپخانه آخوندها هنوز هم در حال شلیک است از همون زمان شاه که انجمنهای ضد بهائیت شکل گرفت و افتاد به جون اینها که الان که بهائی ستیزان در حقیقت در حاکمیت است، ولی بهائیت از نرفت و ما بله درسته. بیا چند تا نکته باید اینجا اضافه کرد. اولا همونطور که در مقدمه عرض کردم ما با یه دوری مواجه هستیم که همجوری تحولات در اروپا پشت سر هم داره صورت میگیره، مدنیت داره شکل میگیره، دولت، ملت، اینا داره براش تعریف نو ساخته میشه. طبیعتا همطوری که حتما میرسیم به بخش مشروطه که پایه‌هاش از همینجا آغاز میشود، خب این امواجی است که از اروپا وارد ایران شده و اینها هم تحت تاثیر همین امواج هستن. علت این که میبینی اینا خیلی مدرن هم. یعنی نسبت به سایر مذاهب بهائیه خیلی مدرنه. منم همیشه گفتم اگه آقا قراره بری دین تو عوض کنی، بری یه دین دیگه انتخاب کنی، خب برو بهائی بشو، چرا میری مسیحی میشی، چرا میری نمیدونم بودایی میشی، چرا میری نمیدونم زرتشتی میشی، خب یه چیز نو رو انتخاب کن، یه چیزی که به قوانین امروز تقریبا میشه گفتش که سنخیت داره. جنایت کردن همه اینها در قالب ایدئولوژی، جنایت کردن. مسیحیت جنایت‌های فراوان کرده، دانشمندان رو کشته. خب اگه می‌خوای دین تو عوض کنی، خب برو بهائی بشو، بهائی مدرن، نوع ایرانی هم هست. دنبال ایرانیش می‌گردی، خب ایرانیه. اما علی‌رغم همه ستم‌هایی که به اینا رفته،
قهرمانی هایی که اینها کردن. همین الان شما نگاه کن چقدر به اینها اشاره کردی، ستم میشه. اما در کنار اینها نقدم میشه به اینها که، و من گفتم ایده ناراحت شدن، گفتم آقا اینا دوست دارن نظام جمهوری اسلامی رو، چون در پناه جمهوری اسلامی اینا مظلوم نمایی چون واقعا بهشون ظلم میشوه اینو پررنگ میکنه، میخواد در کنار این خودشو تقویت کنه. به همین دلیل میگه که ما نه، ما در سیاست های مخرب نه شرکت نمی کنیم فلان. مخرب نیستش که، این سیاست ظلمه، برای ظلم همه آدم ها باید قیام کنن. خب باید نقدم به این بشه. من میخوام بیدم اگر شما قرار باشه نقدی به این اندیشه داشته باشی، چجوری اینو نقدش میکنی؟ دست روی نکته خوبی گذاشتید. ببینید ما داریم بر راه های تاریخ حرکت میکنیم برای شناخت، نه دشمن هیچ اندیشه هستیم و نه مرید. در حقیقت میخواییم بفهمیم. انتخاب افراد به خودشون مربوطه. ما مثبتات رو گفتیم، مثلا اینکه در کتاب بیان در باب 18 گفته که چیزهایی که مضر نباد خورد، تریاک نباد کشید. در باب 5 از واحد 4 قتل نفس رو حرام میدونه و قتل و قطع اعضای بدن رو ممنوع میکنه. تفتیش عقاید رو در باب 18 از واحد 6 کتاب بیان به درستی میگه نباید عقاید رو تفتیش کرد و در جستجوی امور شخصی افراد بود. ضرب و شتم رو ممنوع کردن در باب 6. تنبیه بدنی ممنوع، بردهداری ممنوع در این دین. به خصوص در باب 15 از واحد 10 گفته حیوانات رو باید دوست بدارید و بر روی اونها باری بیش از حد نگذارید. اینا چیزایی که ما تو آیین زرتشت هم شاهدیم، چیزای مثبته. میگه که در مجالسی که سرور نباشه باید دوری نمود، یعنی شادی رو احترام میذارن و خیلی چیزای مثبت، خیلی چیزای مثبت. ولی وقتی ما وارد نقد میشیم باید پایه های فلسفی رو به عنوان یک دین اینجا ببین. این بابیت خب کش دیدیم که کشتن اینها رو در طول 3-4 پادشاه تا تونستن جنایت کردن. اون داستان میرزا سلیمان تبریزی رو که واقعا در دنیا شاید کم نظیر باشه که دندوناشو یکی کشیدن با پوت کوبیدن به سرش و شماجینش کردن تو خیابون، در زمان ناصرالدین شاه هست و اون خلاصه جان داد. ولی ما دفاع از حقوق بابیان، باییان، مسلمانان، شیعه سنی به معنی دفاع از عقاید اونها نیست، زیرا عقاید داستان دیگه ایه. ممکنه که همه ما شهروند ایران این باید از حقوقشون دفاع بشه، ولی اعتقادات رو باید نقد کرد، باید نقد علمی کرد. یکی از چیزایی که من دست میذارم این مقوله همون رکن اصلی و این جانشینی امام زمانه، که از زمان شیخیه توسط شیخ احمد احسایی مطرح شد که آقا ببینید نظر امام زمان رو تعارف بذاریم کنار. به نظر من، نظر شخصی منه، افراد زیادی ممکنه با من هم نظر باشن مخالف، یک تئوری بیپایه است، یک تئوری بسیار بسیار خطرناکه. من واقعا تعجب میکنم چطور یک انسان محقق و اهل فکر میتونه بپذیره که یک شاخه از مسلمانان شیعه اثنی عشری از پشت محمد و علی و فاطمه 11 امام میان که من ثابت کردم با اسناد که هیچ نقشی در تاریخ ایران نداشتن، در تاریخ کشور خودشون هم نداشتن، داشتن زندگیشون میکردن. آخوندها اومدن اینا رو ساختن برای ما، حالا مهم نیست. هزاران کرامت و بند و بساط دادن که یکیش واقعی نیست، دروغ مطلقه. کرامت واقعی همین بساطی است که در جمهوری اسلامی ظرف 40 دیدیم. بعد اومدن بدتر از این رو تبدیل کردن به فرهنگ و سنت و فلسفه تاریخ 80 میلیون ایرانی و میلیون ها نفر غیر ایرانی که قراره
از توی چاه تاریخی حرکتی داره و از دوره گذشته بردهداری و فئودالی و الان داره میره جلو با خوب و بدش. بر بستر تاریخ من بارها گفتم در یک سیب نشانی از خداوند می شود یافت و پرواز یک پروانه. در راه های تاریخ نشانی از خدا نیست. تاریخ خدا از راه تاریخ مدت هاست فرار کرده و بیرون از این. وگرنه این همه کشتار و خونریزی، حالا شما بیایید این تاریخی رو که چنگیز خان در ازش عبور میکنه، شاه عباس در عبور میکنه، تیمور در عبور میکنه، خمینی در عبور میکنه، خامنه ای در عبور میکنه، وصلش کنید فلسفه کلش رو که نجات کل جهان از چاهی در سامرا که قرار یک کسی بیرون بیاد. حالا این تئوری در میان شیخیان نیز تقویت شد، در میان بابیان نیز وجود داره و این تئوری در میان بهائیان نیز وجود داره و اینا هم معتقدند که بالاخره ایشون پیامبره و محل خلاصه انعکاس پرتوهای الهی است. اعتقادشون برای خودشون محترمه، ولی میشه نقد کرد و گفت ببینید ولایت فقیه فقط ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای نیست، هر نوع ولایت فقیهی رده، برای اینکه خطرناکه، برای اینکه ملت‌ها رو بدبخت می‌کنه و باز می‌داره، چه از نوع شیعه اثناعشری، چه از نوع شیخ احمد احسایی، چه از نوعی که باب معتقد بود و چه از نوعی که هموطنان عزیز و گرامی و گرانقدر بهایی ما معتقد. یکی از ایناست، یعنی چه از نوع رهبر عقیدتی، اینا همه ولایت فقیه. ما اگر بخوایم نجات پیدا کنیم باید پایه‌های تفکر و فرهنگمون رو تکون بدیم و این غبارها رو بتکونیم، وگرنه باز هم امثال نراقی و خمینی سر کار خواهند اومد و به اسم ولایت فقیه، به اسم رکن رابع و به اسمهای دیگه. به همین دلیل باید نقد کرد. در همین رابطه اسنادی وجود داره که میشه مراجعه کرد، مثلا الان در زیر غبارهای تاریخ پنهان شده به دلیل کشتارها و به دلیل مظلومیت‌های بابیان و فشاری که به اونها اومد، ولی هست که در ابتدای تفسیر سوره یوسف که گویا توسط طارق قرة‌العین در قزوین تدریس می‌شد، خطاب به محمد شاه قاجار علی محمد باب می‌نویسد ای ملک پاک کن زمین مقدس و از کسانی که این کتاب را رد کردند قبل از روزی که کسی در آن روزگار به یک باره به اذن الله با امر شدید و قوی بیاید. یعنی تهدید میکنه که آقا جون پاک کن، کسانی این کتاب قبول ندارن. یعنی به نوعی بابیت اینطوری نیست، ولی تو بابیت این وجود داره که به نوعی قتل عام منکرانه که اگر که بر سر کار میومد شاید ما تاریخ شاهد میشد که، ولی سر کار نیم. نمونه های زیادی است که عبدالبها یعنی شوقی افندی اونو نقد کرده در کتاب مکاتیب جلد دوم صفحه 260، روش های بابیان رو نقد کرده، میگه که در یوم ظهور حضرت اعلی باب ضرب اعناق یعنی گردن زدن، حرق کتب و اوراق، حتم بقا و قتل عام خلاصه بر منکران جاری میشه. اینها نکاتی است که باید به نقد کشید و بعد بهائیان اونو نقد کردن، یعنی حتی ترور ناصرالدین شاه رو توسط بابیان نقد کردن، گفتن کار درستی نیست. یکم مسئله من قبلا گفتم طارق قرة‌العین رو ما افراد و شخصیت ها و مکاتب رو دو بار باید در ترازوی داوری بذاریم، یک بار در روزگار خودشون که طبعا بابیان تحت ستم بودن، طاهر زنی بود که تونسته بود برخی زنجیرها رو پاره بکنه، باب همینطور، شیخ احمد در حد خودش، یک بار هم در روزگار خود ما یعنی بعد از گذشت. وقتی الان نگاه میکنیم ما خلاصه تایید میکنیم شجاعت و شهامت طاهر قرة‌العین رو، ولی از دایره باز جاذبه و مرید مرادی باید بیایم بیرون و تعجب کنیم که این طاهره خود سراپا شیفته و ذوب شده در رهبر بود، در باب بود. یعنی وقتی که آدم الان ما فمینیسم صحبت میکنیم با یک نمادهایی مثل بانوی بزرگ ادب و فلسفه سیمون دوبوار
جفت جان پل سارت که اون کتاب جنس دوم رو نوشته و وقتی یادم، خودم 3-4 بار این کتاب رو خوندم و واقعا لذت بردم از عمق اندیشه این زن و آزادی اندیشش. ولی یک بار هم ما میریم سراغ قرة‌العین طاهره، بسیار دوست داشتنیه، ولی اینکه با این اندیشه میشه حقوق زنان رو به دست آورد و اوهان رو به دور ریخت، این یه مقدار خیال باطله، برای اینکه او بالکل در رهبر خودش ذوب بود و در مکتبی که معتقد بود که من نماینده امام زمانم و رشتش وصل میشه به اون فلسفه تاریخی که کاملا رد شدنی. حالا شما مثلا به آثار تئوریک اصلی وقتی مراجعه میکنید، مثلا جناب شیخ احمد احسایی در رساله قطیفیه که جزی از کتاب جواب کلم میباشد، راجع به ماهیت شیطان چنین نوشته است که سراپا خرافه و پرت و پلاست. اسم ابلیس قبل از گناه عزازیل بود و چون ترد شد نامش ابلیس گشت. گویند برای شیطان زنی صاف مانند مار، اسم آن ترتبه است. شیطان او را به نکاح درآورد و او 30 عدد تخم بگذاشت، 10 تخم در مشرق، 10 تخم در مغرب، 10 تخم در وسط زمین و از هر تخمی جنس های از شیاطین بیرون آمدند. نام های بعضی از آنها عبارتند از شیسبان، ساجیا، زوبا، مسمار، دهش، زوبعه، سیسار، سعسعه الاخر. ببینید همون چرندیاتی که آخوندهای امروزی بالای منبر میگن که حضرت علی دست گذاشت و زنی رو که میخواست از اون حامله بشه با دست حامله کرد، یا درخت زیتون خشکی بود که پیغمبر دست به سر گوشش کشید و پر زیتون شد، همین ها رو متواصل شیخ احمد احسایی میبینیم. و در برنامه قبل من گفتم که یک تیکه از زمین بهشت تو کرمانشاه فروخ به شازه اونجا که وقتی رفت بره اونجا خونه زندگیشو درست کن، یعنی ارتجاع. یا درباره عالم هورقلیا که در اقلیم هشتم عالمی است به نام عالم هورقلیا، من همینجا از آقای بهبانی تشکر میکنم، میگم من فکر میکردم هورقلیا است که ایشون تصحیح کرد، که در این عالم 2 شهر به نام های جابلغا و جابلسا در مشرق و مغرب دیده میشه و 4 نهر در این عالم جاری است که به حوض میریزند برای شنیدن صدای رئیس آبها در حوض باید با 2 انگشت. خلاصه روزه آخوندی و بعد در رساله رشتیه جناب احسایی امام زمان را ساکن شهرهای جابلغا و جابلسا میداند و در مورد ولادت حضرت عیسی میگه که یه شهر زنانی وجود داره که زنان از یک درخت باردار میشوند و فقط دختر متولد میکنند و هیچ مردی در آنجا حیات ندارد. بعد میگه که یک شاخه ای داره که شبیه حالت جنسی مرد، زنان میرن از اون حامله میشن. و خب این نظرات این جناب سید شیخ احمد احسایی است و نیز جانشین اون سید کاظم رشتی همینطور. کلی از این افکار غیر علمی و روزخانی ها داره که باید به نقد کشید. یعنی پایه های خلاصه فلسفی و پایه های اعتقادی رو وقتی ما میبینیم در موارد بسیاری، در حقیقت همون ارث و میراث آخوندهای دوره صفوی رو گرفتن. و اینجاست که من میگم دعوا مقدار زیادی دعوا بر سر قدرت و سیاسی در دوره شیخ احمد و نه دعوا بر سر حقیقت. دعوا بر سر حقیقت اگر باشه اینطوری وارد جنگ نمیشن، برای اینکه من بارها گفتم با یک اندیشه، با یک خدا، با یک پیامبر مشترک، با 12 امام مشترک، با مقدسات مشترک نمیشه با دشمن جنگید. 2 قرن اول تاریخ ایران نشون میده که بابک خرمدین با ایدئولوژی اسلامی در مقابل مأمون وای نساد، بلکه با آیین مهر و آیین‌های زرتشتی ایستاد. استازیست همینطور. ولی در دورهای بعدی دعوا سر قدرته، دعوا سر اینه که من یا تو. خب بعد تفاوتی هم داره در دوره باب، تفاوت میکنه در دوره باهیان جور دیگه، ولی این پایه ها ارتجاعیه. این من واقعا تو همه نمیخوام برم، ولی 2-3 نکته این که این پایه تفکر تاریخ کاملا ارتجاعی است. این که آقا پروردگاری اومده که وحش فرستاده برای پیغمبر به نظر من ارتجاعی است. ما به اندازه کافی از وحی کشیدیم و الان مزاحم ماست، مزاحم زندگی ماست، باید بره سر جای خودش. اومده تبدیل شده به یه تفکر سیاسی، مملکتی رو داره میگردونه. و باز هم میبینیم که در این آیین‌های بعدی
همین برنامه ادامه داره و همین دلیل باید ما توجه بکنیم، یعنی دفاع از حقوق، از حقوق همه و نقد درست اندیشه ها و پایه های فلسفی تا بتونیم از این واقعا گرداب بیایم بیرون، وگرنه یکی خواهد رفت و یکی خواهد اومد و شاهدیم که هنوز هم جناب احمدی نژاد رئیس جمهور معتقده که این نوری در اتاق بود موقعی من در خارجه بودم، یا اینکه سر شاه جماران دنبال امام زمان بگردن و فکر نکنند که امام زمان روزگار خودشون خودشونند و تفکر امام زمانی تفکری است پاسیف کننده، در حالی که بچه های مردم دارن کلیه هاشون رو تو بیابون از گردشون میکنن و میفروشن و 60,000 زن روسپی دورور حرم مسافرخونه و هر 6,000 مسافرخونه 10 نفر هم تو هر کدوم کار بکنه 60,000 دارن کار میکنن، ما دنبال این هستیم که آقا بیاد بیرون و بشریت رو نجات. این اشاره بود به نقد روی دو تا از پایه ها، ولی بقیه رو باید رفت کتاب های مثل تفسیر سوره یوسف، کتاب بیان، شهادت های آقای عبدالبها رو خوند و دید که مشکل کجاست. به حال همینه دیگه، باید اصرار کرد که هر نوع ایدئولوژی از دستگاه حاکم بیرون بره تا مردم بتوانند در کمال آسایش به زندگیشون برسن، به عبادتشون برسن. هر عقیده ای داره، به کسی ربطی نداره، ولی پس دیگه این ماجرا رو باید پیگیر بود. اما از اونجایی که آقای همه شما شاعری، ترانه سرایی، چندین اثر خوب در ازت جا مونده، حتی بانو مرضیه استفاده کرده از سروده های شما، بذار از این بحث یه ذره پامونو بذاریم این ورتر و بریم به سراغ وضعیت عشق در دوران ناصرالدین شاه و شاعر عاشق پیشه عارف و ببینیم که در حقیقت در این دوران وضعیت چه بوده است. عارف در کنار شخصیت های مثل عشقی، مثل ایرج، مثل بهار، اینها زندگی کرد و کلی هم سرود انقلابی داره، اما کلی هم سروده های عاشقانه داره. ظاهرن او عاشق دختران سیبیلوی ناصرالدین شاه هم میشه، مثل اختر سلطنه، قدرت السلطنه، افتخار سادات، تاج سلطنه. راجب این شاعر برامون بگو ببینیم این شاعر عاشق پیشه و انقلابی در اون دوران چگونه زیست، کی بود، چه کار کرد. بله واقعا باید گفت از عارف همینجا، من قبل از اینکه این عارف و این عشق شگفتش و سرگذشتش اشاره بکنم، چون عارف اون هم در دوره ناصرالدین شاه بخشی از عمرش گذشت، اگرچه این عشق اون به دختران ناصرالدین شاه در دوره مظفرالدین شاه بود. دوره ما، من چند بار فکر میکردم که باید موقتاً از کسانی مثل شاملوی بزرگ، اخوان بزرگ، سپهری بزرگ، فروغ بزرگ فعلا بدرود گفت. من داشتم اون دنیای شعر خودم فکر میکردم و رفت به سراغ عارف قزوینی، عشقی، ایرج میرزا، یغما، عبید زاکانی و استاد بادکوبه‌ای و آقای حالو و امثال هم. زیرا کار شعر، کار اصلی شعر رشد احساسات انسانیه، یعنی مبارزه سیاسی نیست. متاسفانه تو ایران چون تریبون‌های تبلیغاتی کشورهای دیکتاتوری همه کشورها بسته شده و شاعر معروف میشه بیچاره، ازش میخوان که بیاد تو میدون و معمولا کشته میشه، مثل لورکا تو اسپانیا یا سعید سلطانپور تو ایران و گل سرخی و عشقی. ولی باید در شرایط کنونی که پوست مردم رو کندن، رفت به سراغ شعر عشقی و عارف، زیرا اینها لخت و اوریان صحبت میکردند و از شعر به عنوان سلاح استفاده میکردند و
و من به این نتیجه رسیدم که الان وقتی که از شعر به عنوان سلاح باید استفاده کرد و مثل عارف گفت از خون جوانان وطن لاله دم گشتی، مال عارف. یا نمیدانم چه در پیمانه کردی عاشقانه، یا دل هوس سبزه و صحرا ندارد، شعرهایی که گفت برای کشته شدن کل تایخان تایخان پسیان بسیان و خیلی از چیزهای دیگه، چیزهایی که شجریان و بنان و خیلی از خواننده ها و مرزی ها اینا خوندن، باید رفت سراغ اینا. منتها عارف ما عارف سیاسی و مبارز رو میشناسیم، ولی عارف یه شخصیت عاشقانه ویژه‌ای داشت که باید رفت به سفر در درون زندگی اون زندگی بدی رو گذرن. یعنی آدمی پدرش وکیل بود، عارف صدای خوشی داشت، این بنده خدا رو فرستاد دنبال روزخانی و عارف خیلی بدش میومد از این، رنج میکشید و ضد پدر شورید و حتی وصیتی که پدرش کرده بود یک سوم میراثش رو صرف روزخانی بکنن، عارف در خاطراتی که آخر عمرش نوشت که تمام این یک سوم رو من گفتم انگور بکارن و به شراب بندازن و بفرستن به میخونه و خلاف چیزی که پدر من گفت. از پدرش متنفر بود، یه ازدواجی کرد که ناموفق بود، با معشوقش فرار کرد و خلاصه در قزوین از طایفی حاسد جوادی ها زنی گرفت، اونام خیلی قلدر و توانمند بودن، برحال آخر کار ناکام از زن جدا شد و کم کمک سر و کارش کشید به دربار، میخواستن اونو به خدمت در بیارن که یه مدت موند و بعد زد و دوره مبارزاتی شروع شد. منطقه ما دوره هستیم که از مثلا عارف عاشق میخوام صحبت کنیم. عارف عاشق چهار دختر ناصرالدین شاه شد. جالب است که ناصرالدین شاه خودش با دو خواهر ازدواج کرد و ما اینجا با شاعری رو بگوییم که قبل از این که استرا سیاسی بشه و مبارز بشه و آزادی خواه و شاعر بزرگ انقلاب مشروطیت، شاعر عشق بود. میرفت تو دربار میومد، بسیار خوشتیپ بود، خوش لباس بود، میگن که یکی از زیباترین جوانان دوره خودش. و نخستین عشقش دختر ناصرالدین شاه اختر السلطنه بود که تصنیفی هم یادگار موند از عارف: گر مراد دل خود حاصل از اختر نکنم، آسمان ناکس امر چرخ تو چنبر نکنم. که افراد فکر میکنن این اختر اختر آسمانی است، ولی این اختر السلطنت است. دختر دیگه این ناصرالدین شاه قدرت السلطنه است که سخت شیفته اون میشه مدتیشون، میرفت تو دربار و دل میبرد. اینه یکی از این نویسندگان یک تحلیلی داره به اسم عقده ادیپ در عارف، یه تحلیل روانشناسانه کرده که تمام این ماجرای عاشقه ها عارف برمیگرده به نفرتش از پدرش و دارا بودن عقده ادیپ و ناکامی در عشق و لاجرم رفتن به سوی زنانی که همسر دارند و عشق ورزیدن با اونا بدون اینکه در پی وصال باشه. به هر حال برای قدرت و سلطنه نیز ترانه سود: نه قدرت که با وی نشینم، نه طاقت که جز وی ببینم، شده است آفت عقل و دینم، ای دلارا سر و بالا، کار عشقم چه بالا گرفته، ترک چشمت نیز پنهان آشکارا آشکارا آشکارا، ای نگارا خانه دل بی اغما گرفته. و این بخشی از این ترانه است که بیادگار موند از کسانی که الان دیگه در میان ما نیستند و سال هاست استخوانشان هم معشوقها خاک شده و هم عاشقها. عشق سوم عارف باز هم در رفت آمد به دربار افتخار و سلطنه نام داره که این ترانه رو هم بنان جاودانه کرد، هم استاد شجریان. افتخار هم آفاق و منظور منی، شمع جمع هم عشاق بر انجمنی، ده چه رو شیشه دل می شکنی، تیشه بر ریشه جان از چه زنی، سیم اندام ولی سنگ دلی، سوس پیمانی و پیمان شکنی. و این افتخار السلطنه یکی از ثروتمندترین زنان روزگار خودش بود که به اصطلاح همسرش از عارف حمایت میکرد و در همین مجالس
رفت و آمد و خلاصه. عارف صدای بسیار خوبی داشت، نوازنده خیلی خوبی بود و در مجالس دختر شاه حضور داشت و ساز میزد، آواز میخوند و ماجرای این عشق بالا گرفت به طوری که شوهر این افتخار سلطنه فهمید و ماجرا رو، ولی کاری نمیتونست بکنه تا اینکه روزگار همه به سر اومد. درباره این رابطه ماجراهای زیادی نوشتن، تصویرهای زیادی از رابطه عارف با این زن و عده‌ای نقد کردن که حتی این اینقدر عشق این دو به هم شدید بود که این نظام السلطان بیچاره جرأت نمیکرد که حتی برای مثلا خوردن آب هم اینا رو تنها بذاره. و سرانجام این عشق هم متصل شد به عشق اصلی عارف، تاج و سلطنه، چهارمین دختر ناصر میشه. جالبه که ما بدونیم که این کسانی که پا به مبارزه گذاشتند، یعنی به چهره کاملا مبارزاتی دارند، در زندگی از چه گذرگاه هایی گذاشتند. عشق عارف به تاج و سلطنه چهارمین دختر عشقی ویژه بود، برای اینکه این واقعا زنی فوق العاده زیبا بود در میان زنان روزگار خودش. نوشتن از چهرهش، از خلاصه سیما، از چشماش، از لباسش، و اروپا رفته بود، زبان فرانسوی میدونست، مدتی در پیانو مینواخت، مدتی حتی به گروه مادیون پیوست، طبیعیون، کسایی که معتقدن طبیعت همه چیز رو ساخته، و به عارف هم علاقه داشت. عارف هم به اون شدید علاقه داشت که ترانه معروفی که بیادگار مونده، تو ای تاج، تاج سر خسروانی، شد از چشم مست تو بی پا جهانی، و از حالت مستمندان چه پرسی، تو حال دل دردمندان چه دانی، خدا را نگاهی به ما کن، نگاهی برای خدا کن، و عارف خودی آشنا. این هم چهارمین بود. و بعد از این ماجراهاست که عارف اندک اندک کشیده میشه به جهان مبارزه، زمزمه های انقلاب مشروطیت داره بلند میشه، و ما یه مرتبه میبینیم که این عارفی که تا حدود 26-27 سالگی به دنبال لباس و خوشپوشی و راسه رفتن به مجالس سور و سرور بود، راهش عوض میکنه و در میان سالی از سالهای 1116 هجری قمری میاد به تهران، با دربار آشنا میشه و اینجاست که شروع به خوندن میکنه. و سال 1123 که زمزمه های مشروطیت بلند شد، عارف دیگه عارف عاشقی نبود که در مجالس به خاطر چشم ابروی زیبایان شعر به سرایت، بلکه تمام عیار در خدمت انقلاب مشروطیت و مبارزان مشروطیت، و تبدیل شد به شاعر ملی. روزگار بسیار سختی رو عارف در آغاز زندگیش خوب گذروند، ولی از اواسط سراپا سختی بود. مدتی دچار بیماری روانی شد، یکی از دوستاش خودکشی کرده بود که عارف تعادل رویش رو از دست داد. عبدالرحیم خان دوستش خودکشی کرد و نظام السلطنه اونو برد به بغداد تا معالجش بکنه، و برگشت و حالش بهتر شد. در خدمت جنبش بود، در تشییع جنازه کلونل پسیان خلاصه شرکت کرد، دشنام رو کشید به جان قاتلانش، و موقعی که خواستن سر کلونل روی توپ بگذارن، سرود این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید که این عاقبت وطن پرستی است. و بعدها دچار فقر شدید شد، آخوندها علیه شوریدن، گفتن که سگش مردشون، آره با دوستا سگ زندگی میکرد، سگش رو برده تو امامزاده دفن کرده، و ریختن خلاصه رو سر عارف. و از این دوره عارف تنها و بیمار زندگی کرد، دیگه نمیخوند و سینش گرفته بود، در حقیقت دچار سرطان شد و اندک اندک تیرگی زندگیشو فرا گرفت، به طوری که در خاطراتش نوشت: آخرین چه بدبختی بود که دامنگیری من شده است، فرمان فرما با من بد، سلیمان میرزا بد،
دوام السلطنه بعد، تقی‌زاده بعد، نصرت الدوله بعد، ملک الشعرا بعد، مرتجه و آزادیخواه هر دو دشمن من. من از هر طرف هدف تیر کینه خواهی شدم. و سرانجام در این وضعیت بود که با یک کلفت و دو تا سگ در دره مرادبک همدان زندگی میکرد. تقریبا تبعیدی بود، یعنی به نوعی محترمانه در حس بود. و سرانجام در آخرین روز در دفتر یادداشتش نوشت: حال که انگام زوال آفتاب عمر است و پایان روزگار به غفلت گذرانده زندگانی است، که تازه دانستم تنها دوستان من این دوتا سگ هستند که معنی وفا و محبت دوستی را در آنها دریافتم. سال 1108 کوشش کرد که با زرتشتیان رابطه برقرار کنه و نامه‌ای براشون فرستاد، ولی بعد پشیمون شد و سرانجام در بهمن 1112 در دوره رضاشاه 54 سال داشت که مرگ به سراغش اومد. و پس از مدتی بیماری پرستار جیران رو صدا زد که اون رو ببره به طرف پنجره تا بتونه آفتاب و آسمان ایران رو به قول خودش یک بار دیگه ببینه و چشم ببنده، و این شعر رو به عنوان آخرین شعر سرود و دیده بر هم نهاد که: پاک آمدم پاک رفتم به خاک، ستایش مران ایزد پاک ناک تابناک، و رفت به بستر جان سپرد آنم در آرامگاه بو علی سینا مدفون. سرگذشته عشق چهارگانه عارف بود که با چهار دختر ناصرالدین شاه در آغاز عمر و اشاره به زندگی این شاعر ملی که همچنان در میان ما زنده است و بسیاری از ترانه های اون این روزها نیز خلاصه شور برانگیز است، برای اینکه روی همون نکاتی دست میذاره که در زمان مشروطیت نیست درد بزرگ ملت ما بود و امروز هم هنوز درد ملت ماست. این جمله از خون جوانان وطن که واقعا این روزها انگار زنده تر از قبل باید اینو زمزمه کرد. همین چند روز قبل خون چند تا ریختن و ترانه گریه را به مستی بهانه کردم که باز حکایت این روزهای ماست. گریه کن که گر سیل خونگری سمر ندارد. مناسبت مرگ کلونل محمد خان پسیان و عارف، سخت شیفته فردوسی بود و تو موقعی که شروع کرد به سرودن شعرهای میهنی رفت به سراغ فردوسی و زبانش شد زبان فردوسی. به تاریخ، تاریخ ایران عشق فراوانی داشت و شعری سروده که امروز ما باز زمزمه کنیم: به ملتی که ز تاریخ خیش بیخبر است، به جز حکایت محو و زوال نتوان گفت. و در باره فردوسی گفت: حال فهمیدم تمام عمرم به خطا رفته، این ملت مرد پرست هم نیست. اگر مرد پرست بود، مزار بزرگترین شاعر ایران فردوسی تا کنون معلوم بود در کجاست. و ما به دنبال من جمله حرف عارف هست که میریم که از تاریخ خیش بیخبر نباشیم و حکایت محو و زوال نخوانیم و دوباره به زندگی درود بکنیم. بله، حالا که صحبت از عارف شد، اجازه بدید بریم سراغ جد اطهر جنابالی، یغمای جندقی. او هم میشه بگی که یک کسی مثل عبید جز شاعرانی است که نقدای تند و تیز داره به آخون، درست تنه میزنه به عبید. راجب این جد بزرگوارتون بفرمایید یه قدری آشنا بشیم، بدونیم که او در این دوران چه کرد و چگونه زیست. ببینید، یغما، من از یغما سخن گفتم برام خیلی ساده است، برای اینکه تقریبا اون سرزمین رو که در اون زیست و زاده شد، یعنی دشت کویر رو، من یاده و با اسب و شتر وجب به وجب گشتم و هنوز هم در شعرهای من میدرخشه. یعنی آبا خودم آوردم اینجا، افقهاش و آسمونش و فرهنگش و مردم خوبش. و سخته، برای اینکه بسیار من میدونم و باید فقط اندکی اشاره بکنم. یغما از دوره فتحعلی شاه زنده بود، یعنی
فتحعلی‌شاه سال 1151 زاده شد، یغما سال 1160، یعنی 6 سال پس از تولد فتحعلی‌شاه، و تا دوره ناصرالدین شاه یعنی تا سال 1238 خورشیدی یغما زنده بود. یعنی سه شاه رو دید، فتحعلی‌شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه، و شاهد تمام وقایع بود. یعنی جنگ های ایران و روس، از جدا شدن ایران، بخشای از ایران، کشتار بابیان، ماجرای شیخ احمد احسایی، مدتی هم خودش گرایش پیدا کرد ولی بعد سر باز زد و عمر درازی هم کرد. دوره محمد شاه رو دید، مدتی با این حاج میرزا آقاسی دوست بود. میرزا آقاسی من جمله که خودش یک آدم خرافه پرست بود، تحت تاثیر یغما، یغما رو به مرادی خودش پذیرفت و ازش حمایت کرد، ولی یغما نموند و رسید به دوره ناصرالدین شاه. زندگی عجیبی رو بود. این شعرهای یغما، یغما یکی از شاعرانی که اصطلاح در احیای سبک خراسانی، یعنی اون سبک زندهی که قبل از حمله مغول شعر فردوسی و منوچهری و همسال رودکی رو خلاصه نمایندگی میکرد، دوباره با یغما و همتایان اون زنده شد. شعری که رو به زندگی داره، رو به روشنی داره، رو به نقد داره، از پیچیدگی های بیهوده به دوره. و چهار نوع در حقیقت چهار رنگ شعر رو ما در یغما، یغما زندگی پرتلاطمی رو، نخست من به زندگیش باید اشاره بکنم، گذرون در آغاز زندگیش کودک بود که توسط یکی از این بزرگان به اصطلاح تحت تاثیر کیزوچین کودک کبیری قرار گرفت، فرداش بردش، پدرخوانده‌اش شد، تربیتش کرد و رفت بود نمودسگاه خلاصه حکومتی به عنوان منشی، ولی در ادامه کار بدشانسی آورد و او عوض شد، به کسی دیگه اومد و مورد اتهام قرار گرفت، حبسش کردن، اموالش رو غارت کردن، شلاق مفصلی زدن بهش که چوب زدن که تمام ناخوناش ریخت، و او که اسمش بود ابوالحسن مجنون جندقی، به دلیل اینکه همه چیش رو غارت کردن اسمش رو عوض کرد و گذاشت یغما، یعنی از غارت غارت شد. و بعد از این بود که روزگار غریبی رو تیه کرد، یعنی مسافرت ها کرد، مدتی رفت افسرده به بیرون از مرزهای ایران نبود و بعد برگشت، دوری کرد از حکومت، دوری کرد حتی از مردم، و بعد شروع کرد به سرودن. یغما شعراش چهار قسمه، یک قسم غزل هاشه که واقعا دارای لطافت و زیبایی بسیار زیادی از غزل های عاشقانش که همیشه با یک طنز حافظوار آمیخته، که بارهاست به دوش از سبوی باد فروشم، که بار منت سجاده برگرفت دوشم، صلاح تقوی و پرهیز و عقل و دانش و هوشم، به جرعه ای تو بخر کافرم اگر نفروشم، زلف و کاکلم ای خواجه گر سریست ببخشا، جان دو سلسله را من غلام حلق پوشم. خلاصه کوبیدن زاهد، میگه امام شهر بپرداخت طنز خرقه هستی، قبای عید مرا گو بیاورند بپوشم، و انواع اقسام کوبیدن ها. منتها گفتم چون شاهد تمام جنایت های آخوندها بود، شاهد بابی خوشی ها، شاهد آتش زدن ها، شاهد جدا شدن ها و شاهد نقش آخوندها، این زبان تبدیل شد یک زبان بسیار تند و تیزی که حتی نمیشه بعض وقتا اونو تکرار کرد، یعنی پر از فحاشی های وحشتناک. مثلا نمونه های خیلی نرمترش اینه، حاجی و مفتی و ملا سه گروه عجبند، که در این ملک از این هر سه بود قوقایی، خاک ایران را یزدان ز بلا حفظ کناد، که تو هم حاجی و هم مفتی و هم ملایی. یعنی میگه که این حاجی و مفتی و ملا حاکم شهر خلاصه ایران رو نابود کردن، خدا رحم کنه که تو هر سه رو در خودت داری. و یک مجموعی داره به اسم حزلیات، مثلا شعراش نمونش اینه: گر به دستار است باد کله زنگه به شیخ، ایر خر را نیز دستار است گویی نیست هست، سیم خود پذرفت و سنگ افکند بر صوفی چرا،
واعظ زن قهوه عیار است، گویی نیست است. این زبان یغماست، پر از دشنام، پر از فحش، و به همین دلیل بارها در زندگیش مورد خطر قرار گرفت و غارت شد، گرفتنش، فراری شد، فتوا دادن به کفر و ارتدادش، که خب رفقایی، بعضی رفقایی داشت که اینها روحانی بودن، آخون بودن، اومدن خلاصه نجاتش دادن و آثار زیادی خلق کرد. ویژگی های بجز ویژگی های شعرش که حذر تمام عیار علیه آخوند، البته یغما از اون بیماری که بیشتر شاعران خوب ما نیست گرفتار اونن و چاره هم نداشتن، یعنی مذهب زدگی برکنار نموند، با اینکه آخوند رو فحش میداد و زیر بار هیچ شیخ و ملایی نبود و هنوز هم در بخش خوردابانک تا زمانی که من بودم بجز آره آخوندهای محلی اصلا آخوند احترامی نداشت، ولی گرایش مذهبی داشت و نوهای اون معروفه، یعنی معروف در نوها تکنیکایی به کار گرفته سروده و در کنار شعرهاش اینا رو به یادگار گذاشته، حذریاتش علیه آخوندا، تجویاتش علیه قابل خوندن نیست، و شعرهایی که یکی از شعرهایی است که پس از اینکه میخواستن اونو دستگیر کنند و بکشند، جرم باده خواری سرود، بهار از باده در ساغر نمی کردم چه می کردم، به ساغر گر دماغی تر نمی کردم چه می کردم، هوا تر می به ساغر من ملول از فکر هوشیاری، اگر اندیشه دیگر نمی کردم چه می کردم، تا اونجا که میگه ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی، مدارا گر به این کافر نمی کردم چه می کردم، مجبورش کردن که دوباره تکبیر بگه و ادعای اسلام بکنه، میگه که به تزویر مسلمانی جون خودم رو نجات دادم، اگر با این آخوند کافر مدارا نمی‌کردم چه می‌کردم. یغما از زبان عربی بیزار بود و فارسی نویسی اون مشهور، کوشش فراوانی کرد که در شعراش کمترین لغات عربی رو به کار ببره، مخصوصا نامه‌هاش نامه‌هایی است که 90% بیش از 90% فارسی است، خود اون و چند پسرش که همه از شاعران و بزرگان روزگار بودند، میرزا اسماعیل هنر اول، میرزا محمد علی خطر، میرزا احمد صفائی و میرزا ابراهیم دستان، اینا کار پدرشون دنبال کردند و در حقیقت پارسی نویسی رو باب کردند. هنوز هم در اون ولایت اگر کسی گزارش بیفته خواهد دید که چه زبان پالوده ای مردم دارند به یمن همین زحمات 150 ساله یغما و پیروان او در این بخش. اثر خوبی که به اصطلاح تحلیل خوبی که از یغما از دکتر یحیی آریانپور کرده در کتاب از سبا تا نیما، که یک تصویر خیلی واقعی از یغما داده، گفته یغما کسی بود که خیلی خوب میفهمید، یعنی حدود یک عمر 80 و چند ساله رو در طی 3 پادشاه دید که بر ایران چه گذشت، ولی چون راه نجات نمیافت، یعنی نیرویی که بتونه وضع و عوض بکنه، به سلاح حذر رو آورد، یعنی به سلاح دشنام و نفرت خود را پراکندن بر چهره کسانی که دوست نداشت، و به همین دلیل شعر یغما شعری تلخ و لغتی که هزاران بار در شعرهاش علیه آخوند و شیخ و ملا و حکومتگران به کار برده زن قهوه است، که خب در دوره ما انتقاد میکنن که این کلمه بار ضد زن داره. من دیشب با یکی از دوستان بحث میکردم، گفتم که ببینید ما باید فحشای جدیدی اختراع بکنیم، چون وقتی که یغما یا عبید این کلمات به کار میبرن منظور زن نیست، منظور این نفرتی است که میخوان نثار بکنن تو این کلمه، خلاصه تئوریزه شده به قول معروف. در آینده باید کوشش کرد، چون آخوند رو جز با خودش نمیشه تعریف کرد، یعنی همونطور که برتولد برشت میگه آدم آدم است، آخوند آخونده، نمیشه گفت جانور، ببر، گرگ، برای اینکه اینها در دنیای خودشون در تعادلند و کارهای آخوندها رو نمیکنن و هیچ ببر و شیری رو ما شاهد نیستیم که سرزمین خودش رو اینطور به نابودی بکشه و هم نوع خودش رو کشتار جمعی بکنه، به دار بکشه، به گله بمنده. بنابراین اگر عبید با زبان حذر یا بعضی وقتا مولانا حتی یا یغما اینطوری حرف میزنند، باید خلاصه با مسامحه گذشت و به اونها حق داد که در جهانی که شاهد نیمی از مملکتش داره میره و
و آخوندها دندان بابیان رو در سرشون میکوبن و شهماجینشون میکنن و چربی قلب بابیان رو میکنن به فروش میرسونن، اینطوری به سراید. اینه یغما در اواخر عمرش میگن اینقدر ناراحت بود که پنبه در گوشش میذاشت که صدای دیگران رو نشنوه. بعضی شعراش تابلوییه که فراموش نمیشه، این جمله وصف بهشت که بهشت رو به نقد میکشه: چه جنت نه اون جنت خوش عمل که در وی روان از شیر و عسل، سبیل از کناری شراب طهور، سراپا لب بام لبریز حور، به هر گوشه سالوسکی دیوسار، گرفته پری پیکری در کنار، ز قوقای خرسالهان پیش و پس، چو بر انگبین ازدحام مگس، فقیهان در افکند سجاده ها، تجرع کنان گونگون باده ها، بر محفلین زمره کیسه بر، شکم ها ز الوان فردوس پر، یکی چون خر بارکش در وحل، فرو رفته تا گردن در اصل، یکی در تغنی یکی در سما، یکی در تجرع یکی در جما، یکی همچو دزدان برآورده رخت، پی میوه بر شاخهای درخت. تصویر موزیکی از بهش که مشغولند اینا، یکی در عسل میخوره، یکی مشغول سکس هست، یکی از درخت بالا رفته میوه بخوره. مونتا نفش میکرد، راه حلی نبود تا اینکه این راه حل رو اندک اندک در سرفصل انقلاب مشروطیت و در خیزش ستارخان ایران یافت، ولی یغما در اون روزگار زنده نبود و سالها بود که تن به خاک داده بود. من درباره یغما میتونم ساعت ها صحبت بکنم، تا حالا چندین مقاله و تحقیق کردم، ولی با خوندن چند خط سخن رو در مورد یغما به پایان میبرم. میگه: به خاکر خون کند شنگرف گونم چرخ زنگاری. اگر شنگرف یعنی سرخ، خون سرخ من رو چرخ بر خاک بریزه، نمردم من اگر خواهم از این زنگه بگان یاری. خطاب به آخونداست: هر آن کس ساده تر دانی چنان زن قهبگی داند، که واعظ راه شیادی و ملا راه طراری. مرا بر خاک سر بر خار تن و از خون خورش خوش خوردن، مرا بر خاک سر بر خار تن و از خون خورش بهتر که بردن در پی عزت از این زن قهبگان خاری. خوشبختان آثار یغما رو جمع کردن، یعنی یکی از فرزندان فتح علی شاه نوادگانش که علاقه زیادی مون داشت اونو جمع آوری کرد. بعد ها اعتداد و سلطنه وزیر علوم و صنایع در دوره ناصرالدین شاه در تهران اونو چاپ سنگی کرد و این اثر هنوز هم وجود داره در ایران. کتاب یغما در حقیقت سانسور شده، بخش های زیادیش نیمیش تقریبا وجود نداره مگر در دست کسانی که از قدیم داشتن، زیرا نیمی از این کتاب خلاصه حمله به شیخ و ملاست. آثار اون این هاست: مثنوی خلاصة الافتضاح، مثنوی سقاق الدلیل، مثنوی قاضی نامکین، هر سه علی آخونداست کسافتکاری اونها، مرثیه ها و نوهای سینه زنی که گرایشات یغما رو نشون میده، سرداریه که در حقیقت آثار نقد سیاسی یغماست، قصابیه یک مجموعه است که حجف های یغما رو در بر میگیره، احمدا پر از مطالب حجب و نقد جامعه، ترجیحات او هست که سه ترجیبند مفصل، قطعات او، رباعیات او، آثار مرادیه و شبیه حجاج کاشی باز منظومه هجوامیز و منشآت و مکاتب که نامه های اونه که در دو جلد توسط فرزندانش منتشر شد. این اندکی است از یکی از شاعران عصر ناصری. بله، سپاس شما. ممنون ازت. گفت: پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش، مخانش پسر. بنابراین از شما هم همین انتظار میرین. خانواده یغمایی خانواده بزرگی هستند و راستی من با چند تا از اینها از نزدیک آشنا بودم. آدم های بسیار
عجیب و غریبی هستند از نظر هوش، از نظر حافظه، از نظر استعداد، بسیار بسیار آدم های دانش پژویی هستند. به حال آثار این خانواده در وجنات حضرت عالی هم پیدا و سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدهی. البته دوره ناصری به دینجا پایان نمیپذیرد، ما این راه پرپیچ و خم را همراه شما نازنینا ادامه خواهیم داد. از آقای یغمایی هم خواهش میکنیم که ما را در این مسیر تنها نذاره، چنان که تاکنون همراهی کرده. صدای شما ندارم. صدای من نداری، ببخش. عرض کردم قدی راجب خانواده یغمایی ها صحبت کردم و بعد هم از شما سپاسگزاری کردم و امیدوارم در این راه پرپیچ و خم چون گذشته ما رو تنها نذاری و به این بحث تاریخ که بحث مهم و جدی است، من به راستی باور دارم که این سه عنصر است که جامعه رو متمایز میکنه: تاریخ، جغرافیا و ادبیات. اینا هر سه به هم پیوستن. بنابراین ممنون و سپاسگزار شما هستم. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم. از اونجایی که هفته آینده در سفر خواهم بود و اینجا نیستم، اگر امکانی بود و اینترنتی داشتین، حتما با شما این برنامه را در هفته آینده و بعد ادامه خواهیم داد، اگر نه که تمهید دیگری خواهیم گرفت. بسیار سپاسگزار، ممنون. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. متشکرم از شما. سپاس از شما آقای بهمنی و درود به همیهنان و سفرتون خوش و با امید دیداری مجدد در راه های تاریخ ایران. البته یه توضیح بدم، آقای میکائیل میهنیار عزیز ما بنده و جنابالی رو به یک شام در اروپا دعوت کرده، بنابراین اگر که شما رو در فرانکفورت دیدین، بنابراین من و شما مهمان آقای میکائیل نازنین در یک رستوران درجه یک، حالا که خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. بنابراین از آقای میکائیل هم همینجا سپاسگزاری میکنیم و از سخاوتش تشکر. ممنون آقای یغمایی. سپاس از شما. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای اسماعیل وفا یغمایی نازنین، شاعر، نویسنده، محقق، انسانی به راستی طالب انسانیت. ازش ممنون و سپاسگزاریم. برای شما نازنینان نیز آرزوی بهترین دارم. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی. حتی سه تا دبلیو بیشتر نیست، مثل که من چهار تا گفتم. بله، mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن. دبلیوش هم نیازی نیست، همین بنویسی میهن تیوی ظاهر میشود. این هم از همت دوستان خوبی چون شماست که دائم مراجعه میکنی به این سایت. بنابراین سایت رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو حتما دانلود کن، به اپ استور برید، اپ میهن رو دانلود کنید، به دوستانتون هم کمک کنید، یادآوری کنید، مهم، خوب، به نفع شماست. به شبکه های اجتماعی مراجعه بکنید، آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست: میهن تیوی عدد 1. سابسکرایب کنید که لینک ها با سرعت به شما برسه، دچار مشکل مثل اون دوست عزیز نشوید که میگفت چرا اینا رو صفحه اول دیروز بود و امروز نیست. سابسکرایب کنید شبکه های اجتماعی رو، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید. اینا دیگه حد اقل هاییست که میتونید انجام بدید. بعد هم
ما را از حمایت مالی محروم نکن. متشکرم. ممنون از همه